عرض سلام و ادب خدمت بیننده عزیز تلویزیون ملی افغانستان. خوشحال هستیم که با برنامه مردم و مسئولان در خدمت شما عزیزان قرار داریم. اینک در این برنامه روی فیوزات و برکات ماه مبارک رمضان، خرید و فروش اموال بخصوص اجناس و اموال ارتزاقی درنگ و مکس کوتاهی داریم. امیدواریم که برای شما عزیزان جالب و برای آنان که با کمال تأسف گران فروشی را به مثابه یک ظلم بر مردم بی بضاعت روا می دارند اندرز قابل پذیرش باشد. طوری که برای همه ایمان روشن و مبرهن است که همه ایمان مصروف اجرای رکن سوم دین مقدس یا اسلام عزیز خیش هستیم و همه مسلمانان این بندگان صادق و راستین آفریدگار عزوجل تلاش می کنند که در این ماه مبارک کار کنند تا خیرشان به برادرانشان و به خواهرانشان، بخصوص به آنان که نیاز به کمک دارند، کمک، مساعدت و یاری رسان باشند، تا از یک طرف خیرشان به مردم برسد و از طرف دیگر سر طاعات و بندگی را که به بارگاه عزت متعال به نیاز خم می نماین اجر دارین را نصیب گرداند. روزه ماه مبارک رمضان را به مثابه یک عبادت بگیرند، چرا که این ماه ماه خیر است و برکت و ماه لطف است و مهربانی و یک کلام ماه طاعت است و عبادت. طوری که یکی از علمای دین درباره فضیلت این ماه مبارک و اجر و ثواب آن می فرماید: بدون شک در بهترین لحظات زندگی قرار داریم که ماهی پر فیض و پر سعادت و پر برکتی رمضان مبارک است. از این ماه باید استفاده عظمی بکنیم، وقتی خود را ضایع نکنیم، شبا با قرآن باشیم، با ذکر باشیم و روز با روزه باشیم و بکوشیم که چه قسمی که پیغمبر بزرگوار علیه السلام ماه مبارک رمضان را در سه مقطع تقسیم و کتگوری فرمودن که مقطع رحمت، مقطع مغفرت و مقطع براءت و آزادی از آتش دوزخ، که خداوند رحمتم شامل حالمان بسازد، مغفرتشم شامل حالمان بسازد و همچنین آزادی از آتش دوزخ که واقعا آرمان و آرزوی همه مؤمن و مسلمان است. برادران نهایت عزیز، در این ماه چه قسمی که در حدیث شریف پیغمبر بزرگوار می فرماید ماهی مواسات و دستگیری هست، چی تو بتانیم که خیلی ما به دیگر برسد. یکی از جمله حکمت و فلسفه روزه همی است که انسان روزه دار وجدان انسان زنده می شود. وقتی که ما تا به وقتی که یک چیز خود عملا لمس نکنیم، نمی توانیم که در موردی از او حکم و یا فیصله بکنیم. وقتی که ما گرسنگی را تقریبا ساعتی 3 صبح تا ساعتی 7:15 شام وقتی که لمس میکنیم، احساس ما، وجدان ما، ایمان ما تقویه میشود، به حرکت میآید که ما در برابری طبقه محروم، گریسنه و بیچاره چی نوع موقفی را اتخاذ و انتخاب بکنیم. همین جاست که پیغمبر بزرگوار میفرماید کسی که در این ماه کسی را افطاری میدهد، همین افطاری باعث آزادی وی از آتش دوزخ و بخشش تمام گناهان وی می شود. بینندگان هرجمن و مسلمانان روزدار، با کمال تأسف باید از هان نماییم که با توجه به اینکه ادعی هست فروشندگان نیک می دانند که این ماه ماه خیر، ماه کمک و ماه عبادت است، باز هم به عمل زشت و ناپسندیده که عبارت از گران فروشی است ادامه می دهند و به خاطر به دست آوردن نفع ناچیز ظلم بزرگ را به خواهر، برادر و در یک کلام به هم نوع مسلمان و روزه به دهن خیش روا می دارند که سخت جای تأسف و جای حسرت است. و
نسبت به سالهای گذشته امسال نرخ نوا نسبتا پایین است و هر چی ارزان است مگر اقتصاد مردم پایین است. اگر هر چی ارزان است کس خریدن نمیتواند. مثلا اگر روغن بود یک پارسال 1300 و 1400 قرار رسیده بود، امسال 1050 پس ولا مو کس هم چیش امکاناتش نیست که 1050 به مورد بخرد. ما از تجارای خود از دولت خود خواهش میکنه که اول بر مردم کار مسائل بسازه، فابریکا را فعال بسازه که مردم اگایت به دست بیاره بعد از یه چیز بخرد بدار. اگر بسته افغانستان با یک پون باشه اگر جیب نباشه هیچ به درد نمیخورد. ماه مبارک رمضان در نظر نسبت به پارسال پرارسال یک دو سه سال پیشتر امسال فریمانی است، ارزانی است، خوب است. منتها مشکلات مردم است که بی پیسگی است، کمبودی پیسه است و بازارها نسبتا از ارسال کرده بسیار ضعیف است و اوتو خوب نیست و فریمانی است. مال فریمان است، جنس است و نرخ نوا خوب است و نظر به ارسال بهتر است. بچم بچه که ما خوبی خیر زر قیمتی خواهد که ما بیچاره چی کنم؟ ما خود پیسه ندارم چی چیزی بخرم. ما خوبی هیچ پیسه ندارم. ارزانی شو بیچاره چی کنم؟ ما بچه که کم بند نیست ما چی کنم؟ یه چیزی ندارم در خانه چی بخورم؟ نمیتونم گرفته از خواهی نه یه چیزی نگرفتم شو این دارم خود پخته میکنم چطور کنم دیگه؟ امسال با فضل خداوند عده زیاد از گران فروشی دست کشیده و به این کار نیک ماه مبارک رمضان را پاسداری می نمایند و نمی خواهند که ارزان ترین متاع را به بهای سخت و بلند و تاوان ناپذیر برای آنان که مجبورن عرضه بدارند. در یوم مبارک میشت در رمضان ده که چیرت سمره عبادت که و سمره صدقه که و سمره خیرات که و اجر به خدای نگوارو او ټول ولس او زمون کوم مسولین دولتی دي او کوم ملت دي او که په هر وخت برخه کې دوی کار کوي په ملي اساس د خپل وطن لپاره د خپل خلکو لپاره په دې فکر کې اوسو، خصوصا د تجارانو زمون خواهش ده چې هغه خوراکاتو کې چې افغانستان ته راځي او په افغانستان کې دوی کچیرته دوی مثال 10% ګټه کوي یا 20% ګټه کوي دا 15% کې ځکه تیرو کلونو کې موږ تاسو ولیدل چې هر څه په قیمت جګیده ولی باقی وقت که خلکو دو پارا کار همو و عواید همو ولی در کال پرتلا بل کال تا کمکون هم کمیگی و عواید هم کمیگی. مگو تا سگورو چه خلکو سر دمر ظرفیت نشت ده دمر اقتصاد حمایانه ده چه اگوی در هر تنه قیمت باندی واخلی نو ده پلی حض باندی چه هم خدای مونه خوشحاله وشی اوسی او در خدای به مقابل که یا در اقید احکام به مقابل که زمانگ آقا کم حکم چی پمون کیږي هغه هم پوره کو د ملت چې کوم مسولیت پمون دی هغه هم پوره شي چې پارزانه قیمت باندې دوی ته ورکو او د خپل ولستولو په غم کې وسو او د دې په خوا کې زما د ټولو تجارانو د ټولو سرمایه گذارانو نه هیله ده چې خپل امسایگان په خپل نزدې خپلوان یې که هغه امسایگان اوسي دوی په نظر کې ونیسي او هم د روژې چې ځان ته چې اخلي د هغوی دپاره هم واخلي او هم خصوصا د اختر دپاره دوی دپاره یو څه تیار کړي تر څو پورې دغه شریک اختر یا شریکه روژه په افغانستان کې جوړه کړو جوړه شي چې تر څو پورې هغه ثواب الله پاک ورکړي هغه موږ ته ورسیږي او د ملت حق هم پوره شي چې ټول سره یو شریک اختر او د رمضان تیر کړو. باور داریم که این فروشندگان بر روز بازپرس مؤمن بوده به ترحم و مهربانی بیشتر ارزش قائلند و یا اینکه آنان اهمیت و ارزش اخوت، برادری و همشهری بودن را خوب و با انصاف را می دانند که اگر احیانا کسان جنسشان ارزان ولی با پررویی و با بی ایمانی آن را با قیمت بلند حتی به حدی که افراد ناچار از خرید آن فاصله می گیرند برای فروش عرضه می کنند بدون اینکه نرخ تعیین شده از طرف دولت را در نظر بگیرند به این ظلمشان ادامه می دهند. د روژې په مبارکې میاشتې نه یوه ورځ مخکې وزارت تجارت کې مونږ یوه مشترکه غونډه لرله، بورد عالي مشورتي په نوم، بورد عالي اقتصادي په نوم یو بورد و، جناب معین صاحب د وزارت تجارت او مونږ وکیل صاحبان او تقریبا تر 15 پورې ملي تجاران هم مونږ هلته دعوت کړي وو. هغوی مونږ سره دا تعهد وکړو چې مونږ د روژې مبارکې میاشتې کې به کوشش کوو چې حتی بیخي ګټه ونکړو. مونږ ورته دا وړاندیز وو چې تاسو هغه کوم زکات چې په تاسو باندې کې
فرض شوی ده تاسو دغه پیسې واخلی او د خپل جنس باندې سبسایډي شکل باندې اعلان وکي. دا معنا نور ملکونو کې هم دا رواج ده چې یو شی یو کیلو بوره که ته په روژه نه وي په دیرش په دي او کله روژه راشي نو حکومت یا هم داسې مخیر اشخاص چې کوم دي تجاران دي هغوی به سبسایډي ورکوي. هغه وي میاشتې لپاره چې د مبارکه روژې میاشتې وي هغه ریټ 40 روپۍ ته راولي. دا موقتا سبسایډي ولې په حقیقت کې د روژې مبارکې میاشتې احترام هم وي او خلکو سره د غریبو خلکو سره یو نوع کومک هم وي. چه خوب است که گران فروشی را کنار گذاشته با مثابه یک مسلمان واقعی نگذارند که افراد مجبور یا به عباره دیگر خواهران و برادران مسلمان ما با لب خشک و با دست خالی راهی خانه هایشان شوند. اگر از طرف مسئولان کنترل نمی شوند، کنترل وجدان و ضمیرشان کجاست؟ کنترل عدل و انصافشان چی شد؟ آنان اگر چشم مسئولان به این عمل زشت ناپسند و دور از عدالتشان ادامه می دهند، از چشم عدالت بین خداوند چی گونه نجات خواهند یافت؟ مردم از قیمتی نان خورده نمیتونم. چرا نرخ نوا بلند رفت دمای ما؟ من نمی فهمم بیادر. یکی نقیق قیمه 40 روپه بود، 50 روپه کردن. دلیلش چیه؟ نمی فهمم. خود به خود نمیگه نرخ ها را پیدا. دکاندارا قیمت میبره یا؟ نه نه دکاندارا همه چیزه. یک برنج شلهی 40 روپه بود، 50-60 روپه کردن. خب ما غریب چی بخوره؟ خب پیام چی از نمیباره؟ پیام ما است که یک ذره توصیه میکنم که خدا سر مردم رام کنه، یک لقمه نان بخوره، یک ذره ارزانی کنه. دیمیش که باید یو انسان دبل انسان سر کمک و که سل رحمی و کندی دا آغا میاشتا چی یو نیک عمل پچو چند بانده و دلور کول کیگی. دا پیامبر پاک حدیث ده چی چا دا زمکی والا بانده رحمو که دا اسمان والا یعنی اللہ پاک با پا دوی بانده رحمو کندی. که منگو تاسو یو چوک یو جنس د روژې د پاره چې پروژه کې د دې مصرف زیاتی او هغه ورلساتی او بیا پروژه کې په قیمته بیه باندې په لوړ قیمت باندې خرڅوي، دا کومک نه شو، دا صله رحمي نه شو، دا د ظلمونو د یو نوع ظلم شو. ځکه چې هر هغه شی چې زموږ او ستاسې شریعت ورله اجازه نه وي ورکړي هغه خو په هر وخت کې ناروا مشروع دی. خو خصوصا پروژه کې باید یو مسلمان د بل مسلمان سره کومک وکړي که یو څوک یو تجاري یولس میاشتې ګټه کوي باید په دغه یو میاشت کې که تاوان ونه کاندي حد عقل په هغه خپل سر باندې ورکاندي. خو نه دا چې دغسې یو سوچ و فکر ولري چې هغه جنس د روژې دپاره وساتي او په روژه کې قیمته باندې خرڅ کاندي. نو دلته یو خو دغه یو په بل باندې رحم و ترحم د منځه لاړ، بل هغه شرعي مسله زموږ او ستاسې د منځه پکې ځي چې احتکار منع دی په شریعت کې. نو ښه به دا وي چې که په ټیټ قیمت یو څوک وسونه لري چې خرڅې کاندي، نو باید په هغه مناسبه بیه باندې چې بېګاله د ده د بچو دپاره هم یو څه لاسته ورشي، او نه دا چې یو څوک وګورو چې دغه کس خو مجبوره دی په دغه وخت کې دغه شي ته اشد ضرورت او راځه د 50 روپو شی ورله په لسو شل ورکه. نو دا ښه کار نه دی هم د مسلمانۍ نه او هم دغه د انساني کرامت نه. خرید مردم در ماه مبارک رمضان واقعا هر سال برای مردم یک ظلم یعنی قابل قبولی نبود که از طرف تاجرها و وارد کننده اموال سر مردم بیچاره سر مستهلکین یه تحمیل میشد. اما امسال که سر و صدا نیست یک سوال است، واقعا یک سوال قابل بحث است. اما این را ما ایتو تحلیل میکنیم که سالهای قبلی که مردم سر و صدا میکردن یک نصف و نیمی یک اندازی مردم توان خرید داشتن، اما امسال مطمئن باشین که مردم از 100% 90% توان خرید ندارن و از دو خاطر توان خرید که ندارن نمی میرن و مراجعه میکنن با استثناء یکان چیزهایی که بسیار لازم و ضروری و اولی است، اما به چیزهای سرقوی به چیزهای رایشی اصلا یه چیزا مردم مراجعه نمیکنه که از نرخ رویاش هم شکایت کنن.
ولی اگر گران فروشی به مثابه بدترین و زشت‌ترین عمل داد و ستد یا به عباره دیگر خرید و فروش به دور گذاشته شود، مردم خوش می شوند و خوشی یک مسلمان موجب خوشی و رضایت خداوند بزرگ می گردد. و همه می دانیم پاسداران تجارت راستین هرگز به گران فروشی دلبستگی ندارند. بله بینندگان عزیز، مسئولان نیز اگر در این کار چشم پوشی کنند، وجدان و ضمیرشان را زیر پا کنند، با گران فروشی معامله کنند و از اغماز کار بگیرند، خواهی نخواهی روز گرفتار پنجه عادل قانون شده، بدون شک آنان را نیز به کیفر احمالشان خواهد رسانید، چرا که آنان نیز در این جرم شریک هستند و بدون شک مشت جزا را به فرق خیش خواهند خورد. و در نظر داشت شرایط عرضه و تقاضا در صورتی که قلت اموال، قلت مواد در بازار محسوس شود، وزارت مالیه همواره با در نظر داشت شرایط بازار یک سلسله تدابیر جدید اتخاذ میکنه و اتخاذ کرده و در گذشته هم اتخاذ کرده بود. اگر شما به خاطر داشته باشید، یک وقت قیمت آرد، تدارفه آرد به 1% و بالاخره به 0% شد، یعنی معافش کردن محصولش، چون شرایط رو در اون زمان ایجاب میکردن. فعلا هم با در نظر داشت شرایط بازار دولت تصمیم گرفته که آد کود 5% محصول کنه و روغن از 3% به 2% محصولش پایین آوردن. این خود به خود سر بازار تاثیر داره و تاثیر کرده فیرن هم. یک دلیل دیگه هم ایست که قبلا به شما به خاطر داشته باشین که رئیس جمهور یک هدایت را صادر کرد که با متکرین و گران فروشا در بازار برخود جدی صورت میگره. با به نظر داشت از این هدایت جلالت مام رئیس جمهور حراس و اکرامی که نسبت به حکم و هدایت موجود است، بازار کسکمند زیر کنترل ما وجود داره. نرفتن قیمت ها در امی فصل و در امی ما در اقصال در قد تکرار میشه و ای هم علتش آمد آمد ماه مبارک رمضان و بلنرفتن مصارف مردم افغانستان و مسائل بایمت مردم بایمت افغانستان است. با این که در ماه های رمضان خانواده ما که 5 میلیون خانواده هستند همگی در پسنداز میکنند به خاطر از اینکه ماه رمضان میان و بلزعید میان و ما خوراک داشته باشیم. خوشبختانه که در این ما همگی سفره های رنگی نداریم، ولو غریبترین افغان ها باشه و کار بسیار ضعیف هم داشته باشه، یک سفره رنگین شام دارن برای اینکه مهمان خدا است و در خدا خداوند کمکش میکنن. متاسفانه که خلاف تمامی دنیا که عرضه کننده و تجارش تلاش میکنن که به ثواب نزدیک شوه و به ثواب خود دخل بسازه و از طریق فروکش کردن قیمت ها و عرضه کردن ارزان او کالایی که اکثریت مردم خریده نمیتونن در ماه های دیگر در این ماه رو بخرن، مثلا گوشت بخورن، میوه بخورن، ترکاری بخورن و یک چیزای شیری بگیرن و لبنیات، که متاسفانه در افغانستان در هر سال پیش از اینکه تقاضا تغییر بخوره اینا قیمت ها رو بلند میبرن و خلاف قانون عرضه و تقاضا که اول باید عرضه بلند شود، تقاضا بلند شود، بس قیمت ها بلند شود، اینا اول عرضه را بدون از اینکه تغییر بدن قیمت ها را بلند میکشونن بدون اینکه تقاضا بیه و تقاضای اضافی که بعدا ایجاد میشه به خاطر ماه مبارک رمضان بعد ایرا جذب میکنن. فکر میکنم که این سال تا اندازه حرکت های قیمت ها ملایم تر است و اون یک شکلی که تلاش صورت میگیره که ما آرام آرام یا عرضه کننده او ذخایر خود صفر کنه. با این معنا که اوازه ها هست که وضع خرابتر میشه و باید داشته های خود از لحاظ کالایی به پولی تبدیل کنند. شزید از تمام تجارت تلاش میکنن که از گدام کردن که و یا ذخیره بکاهن و او رو تبدیل کنن به پول نقد و پول نقد خود پیش خود نیا کنن و در صورت کدام واقعی یا کدام گپه آماده رفتن از یک جا به جای دیگه به جای امن به خاطر سرمایه گذاری تجاری دیا شوند. یکی علت های همی هست. متاسفانه که این قیمت ها را یک چیز دیگه هم ضربه زد و این درقت کاهش ارزش پولی ضربه زد. ما در 4 افغانی درقت کاهش پولی در مقابل 1 دلار داریم. دوستایی که در بانک هستن بسیار جالب میگن که هیچ تأثیری را بالای قیمت ها
وارد نکرده و بالا اقتصاد افغانستان مسئله کاهش ارزش پولی، در حالی که شما اگر دوران تجاریتون مثلا با یک حساب بسیار ساده 10 میلیارد بگیرین که ما شما 10.4 میلیارد داریم به خاطر سنجش سادش 10 میلیارد بگیرین و هر پول هر دلار از این مقابل خود 4 افغانی رو کاهش ارزش داده شده باشه، ما در حدود 40 میلیارد افغانی در طی 3 ماه به ضرر مردم افغانستان از طریق کاهش ارزش پول دیده میتونیم که در حقیقت یک نوع خرابی و یک نوع کاهش تقاضا را داره. اینال او علت دیگه هم که تا اندازه قیمت ها بسیار بلند رفته، امسال کاهش تقاضا مطرح است. به این معنا که ما وقتی که میگیم قیمت ها بلند رفته، کاهش مصرف وجود آمده. سال گذشته شما متوجه باشین سالهای دیگه در مجموع افزایش مصرف باعث میشد قیمت ها را بسیار بلند بکشن. در اون کار بود و قطعات خارجی بود، مسئله پروژه ها بود و نوع حرکت های نرمال اقتصادی بود که در حقیقت مصارف تقاضا کننده زیاد میشد و این باعث میشد که هزینه زیاد شد و تقاضا را بلند برن و قیمت ها را بلند برن. حال پایین آمدن قیمت و افزایش بسیار بلند عدم افزایش بلند قیمت ها، این به سببی است که مصرف پایین آمده و تقاضا پایین آمده. شما هم میالن که در خانه های بسیار مردم برین که امو 100% سال گذشته شون که فکر کنین امسال 50% مصرف کردن. از این رو فکر میکنم که قیمت ها بلند رفتن و مصارف هم دندازه فروکش کرده، سطح زندگی مردم هم تاندازه پایین اومده، ولی برصورتش نوع امیدواری وجود داره و شاید هم این امیدواری اگر تصانی هم باشه، مردم فکر میکنن که شاید دولت یک حرکت را انجام بدن و یک استراتژی اکشاف اقتصادی ملی وجود بیه مطابق با وعده‌هایی که انجام داده و ما را از این سارت بیرون بکشن. اما اگر واقعا دلسوزانه مسئولان محترم توجه نمایند و به مسابقه افراد مسئول و شایسته کار نمایند، این کارشان شاید بتواند به یک هموطن و همشهری به بضاحت ما لقمنان به دست بدهد و یا شبانه کاسه مشترک به القزده خوشی نمایند. با امید اینکه این فرهنگ منحط گرانفروشی در کشور ما محتوم به نیستی گردد و مردم ما را برایتی به خوشی لقمنان و میوه به دست آورند، برنامه را به پایان میبریم. شما می توانید به ایمیل آدرس و شماره های تماس که روی صفحات تلویزیون مشاهده می نمایید ما را یاری رسانید. آرامش شما آرزوی ماست. تا برنامه دیگر، بدرود.